Скажите этому Зеленскому, я не знаю, кому сказать, и Путину, и Зеленскому, остановите все. Я уже дальше не могу. Это все люди тебе вам скажут. Пусть договариваются, пусть это, там Америка, кто там виноватый. А мы страдаем, простые люди, они сели, уехали, миллионы забрали и ушились. А мы тут сидим. И дети все тут у подвала. Учора бежит вот с таким, вот, 2 месяца ребенка она бежит у подвал. Куда это годится? А куда? Ну скажите, куда? Вот я уеду с ними, вот, а кто нас там ждет? Куда я пойду? Кто меня примет? Ну, на день, на два, а дальше? А здесь я приду на пустое место или на руины? И что? Моя жизнь прожита, как вот говорят, на смарку. Честное слово, не могу. سلام میدم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و برنامه چشمانداز ها با تغییر روز هستیم. روز در شما تغییر روز بگیرم. منم همینطور به خود شما و بینندگان و شنوندگان عزیز سلام میدم. 8 مارس روز جهانی زن فرا رسیده و در واقع حیاتی ترین خواستهای زنان از حق پوشش، انتخاب حق پوشش، حق کنترل بر بدن، حق تغییر قوانین مربوط به باروری، حق حضانت فرزند، حق ارث و اشتغال و سفر و حتی حق نان و آب و تحصیل همچنان و یا حق شرکت در انتخابات عنوان انتخاب شونده و انتخاب کننده همچنان به مساوی حقوقی است که برای زنان در ایران و بسیاری از کشورهای جهان همچنان هست و همچنان متاسفانه سیاست‌های آپارتاید جنسی در بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای اسلامی بالخاص ایران و افغانستان در حال اجراست و در این دوره اجرای این سیاست‌های دهشتناک با نظام نابرابر هزاران زن در این رابطه جنگیدن، زندان رفتن، شکنجه و اعدام شدن و از فرصت‌های اندکی که داشتن برای سازمان دادن انجمن‌ها و سازمان‌ها و نهادهاشون استفاده کردند و همچنان علی‌رغم این همه سال از در واقع به رسمیت شناخته شدگی روز زن بسیاری از خواستهای زنان در مقابل هست برای و باید براش مبارزه کرد. به همه این تلاش ها درود می‌فرستیم و به همه زنان و مردان آزادی که برای رهایی، برای برابر حقوقی مبارزه میکنن درود میفرستیم و تبریک میگیم. تو این شرایط دهشتناکی که هست روز زن در این شرایطی برگزار میشه که جنگ اوکراین در واقع بر بسیاری از مسائل جهان ما سایه انداخته، هرچند جنگ اوکراین تنها جنگ نیست، جنگ سوریه و عراق و افغانستان و یمن همچنان بر جهان ما سایه انداخته و متاسفانه جانهای فراوانی رو میگیره. تو این شرایط که زنان خودشون نه فقط برای حق زندگی بلکه برای صلح هم مبارزه میکنن، طبعا نقش اونها در مبارزه علیه جنگ و این جنبش های ضد جنگ و برای صلح اهمیت بسیار خارق العاده ای داره. از اینها بگذاریم، مسئله همچنان مسئله برجام و مذاکرات برجام در دستور کار در واقع رژیم ایران و قدرت‌های بزرگ است. علی‌رغم 8 دور گفتگوها همچنان مسئله
توافق یک گرهی ناگشوده است و ما شاهد هستیم که روسیه و چین هم به واسطه جنگ اوکراین و تحریم های بین المللی علیه روسیه شروطی رو ترک کردن. ارزیابیتون از این مذاکرات و مسئله در واقع مناسبات بین ایران و آژانس چه هست؟ چرا که گروسی هم در تهران بود و در واقع بیانیه های مشترکی بین ایران و آژانس برای برطرف کردن مسائل باقی مانده اعلام شد. شما چه ارزیابی از این مذاکرات دارید و شرط و شروط هایی که روسیه و چین در این رابطه گذاشتن؟ منم همینطور روز جهانی زن و به همه زنان ایران و طبیعتاً یک روز جهانی هست به همه زنان تبریک میگم و امیدوارم که به هر حال موفقیت های بزرگتری داشته باشن. البته مسائل جنگ و خشونت اینها میدونیم که خودش اولین فشارها و قربانیانش رو متوجه کودکان، زنان و خیلی از این مسائل میکنه. طبیعتاً در صلح هم نقش مهمی داشتن همیشه زنان و الان هم اهمیت داره. اما در مورد مسئله هسته‌ای، خب در دقایق 90 همه دارن منتظرن که ببینن به هر حال اون قرارداد و توافقنامه عنقریب خارج میشه یا نه، ولی امروز و فردا میشه. حتی گفته میشد که قرار بوده هفته پیش منتشر بشه در بیاد، ولی در آخرین لحظه ها از جهاتی مثلا خود رژیم ایران خواستاشو با آمریکا میگه که اون باید تصمیم بگیره، توپ در زمین اونه. اونها متقابلا همین فرمول دیپلماتیک رو میگن که باید اون طرف تصمیم بگیره، ولی خب پشت اینها اینه که اینا به هر حال یه سری خواستهایی رو برای اینکه به هر حال اقلا روسفید باشه، چون متن این همواره بدون اینکه ایران اصلا بتونه کاری بکنه رژیم، در واقع چیزی جز وضعیت موقت و یه امتیازات جزئی و خرد نیست. یعنی با شعارهایی که این حکومت داده بود در مورد آتش زدن برجام، رهبری خودش رو صحنه اومده بود، مجلس اونطوری اومده بود، همه این داستان ها تیم اونطوری عوض کردن و حمله قرار دادن، الان خودشون مجبورن خیلی کمتر از حتی از گذشته برجام توافق کنن. بس بنابراین تمام این بالماسکه ها اینه که چگونه این هیاهو گرد و خاک بکنن که این مسئله خیلی جلوه پیدا نکنه. این یک مسئله است. حالا اینو میشه بعدا هم اگه خواستیم صحبت کنیم که چه تاکتیک هایی به کار میگن، چه دعواهایی در درون خودشون شروع شده. ولی در این همین اواخر یک دوست نکته و همین مسئله تازه اتفاق افتاده که اینا رو بهش اشاره کنیم، که یکیش مسئله همین مسافرت گروسی به ایران بود که به عنوان یکی از مسائلی که مانع توافق بود، مسائل مهمی هم بود، ایران هم خواسته شد که این پرونده بسته بشه. و چون تحت این عنوان پرونده همین اگه تحریم هایی هم رفت بشه، فردا ممکنه یه گزارشی بده آژانس و درست به ضدش تبدیل بشه، یعنی دوباره همون بهانه بشه برای این موافقت هایی که تازه مثلا رو کاغذ هنوز هستش. خب این از این زاویه ایران هم اینو خواسته بود، ولی مسئله اصلی از اون وره که خود آژانس و خود دولت‌های غربی و اون کشورهایی که به هر حال اونجا هستند بدون این گزارش نمیتونستن تصمیم نهایی بگیرن، تصمیم به کلیت این توافق. کما اینکه خود گروسی اینو مطرح کرده که بدون توافق اینجا برجام بازگشت ناپذیر، نمیشه احیاش کرد. اینو صریحا گفت، همه مسافرت شخیر گفت و میدونیم چه جوری ضربتی ناپلئونی در عرض چند ساعت برای اینکه سریع این مسائل روشن بشه اومد ایران، توافق ها و فلان ها کردن پشت صحنه، سریع اومدن و اینجا با هم صحبت کردن، مذاکره کردن، معلوم شد یک نقشه راه جدیدی که چگونه ایران در همین اواخر اسفند بعد گزارش بده نسبت به اون 3-4 جایی که مشکوک اعلام نکرده، فلز اورانیوم، ذرات هسته‌ای، اینا همه تراوش کرده. البته از اسرائیل اینها رو کرده بودن، پنهان نگه داشته بودن و الان بدون حل اینها، یعنی بدون گزارشی که باید آژانس نهایتا بده، برجام با
بازگشت ناپذیره. این یک مسئله. خود اینم گفته که با اینا رو بررسی کنیم، چون میدونیم که دوربین ها الان درست اونجا نصب شده، همون نقاط جدیدی که شکسته شده بود، ولی در این حال دسترسی نداره آژانس. باید بعد از توافق برجام، یه توافق، اینا اطلاعات به دست بیارم، بعد بررسی کنم، بعد گزارش بدم. ببین خود این گره مسئله است برای دستیابی به برجام. و این هم گفته 7 ماه طول میکشه. خود گروچی در همین مسافرتش و در مصاحبه اخیرش گفته. پس بنابراین مسئله گیر داره. منتها حالا چگونه مسئله حل میشه؟ این یک مسئله، اینو اشاره خواهم کرد. چگونه میخوام پیش ببرن علارغم این تناقضی که الان اشاره کردم بهش از نظر زمانی. و همینطور یک بارم که اشاره کردی خودت، مسئله روسیه هست و تا ظاهرا چین هم مطرح کرده به نحوی که بدون اینکه آمریکا گارانتی بده تضمین میکنه روابط اقتصادیشو با ایران، یعنی روسیه با ایران، نمیشه. بعد وزارت خارجه تضمین بده، وزارت خارجه آمریکا. خب چین هم که حالا خبراش هست که اینا مطرح کرده، ولی روسیه خیلی مهمه، چون خیلی جدی خود به هر حال وزیر امور خارجه اومده مطرح کرده و رسمی مطرح کرده و اهمیت داره. حتی خود سخنگوی رژیم گفته که ما نمیدونیم، بعد از طریق دیپلمات، ما از روزنامه ها شنیدیم اینو. یعنی خود حکومت هم غافلگیر شده و حتی روزنامه ها و مثلا روزنامه ایران و تسنیم و غیره و غیره، جوری که زمینی خب این مزاحمت فلان به ما ربطی نداره، فلان آمریکا هم گفته که اصلا ربطی نداره به برجام. اینا هم گفته ما نه تو جریان بودیم و جوری خواهیم حرکت خواهیم کرد که به هر حال از این موانع بگذریم، موافقت رو صورت بگیره. این یک مسئله است. پس بنابراین این مهمه که این روسیه درخواست رو کرده، چون روسیه اونجا به هر حال یکی از پای اصلی توافق، اگر به هر حال 5 کشور و 5 میلیون باید موافقت کنن. اگر موافقت نکنه خودش با مشکل مواجه میشه و ربطی هم واقعا به برجام به اون معنا نداره. منتها برای روسیه بسیار مهمه که در این شرایطی که نبرد بزرگ و مسئله تحریم ها در سطح خودش مطرح جدی، اینو به اون گره بزنه. و از نظر نفت هم مهمه، چون به هر حال این بحران ایجاد بشه، روسیه با توجه به هزینه های کلان جنگ به نفت که الان قیمتش هم بالا رفته خیلی مهمه. و خب ایران هم اگه بخواد توافق کنه وارد بشه، طبیعتا نفت الان میدونی که آمریکا مثلا ونزوئلا هیئت فرستاده غیر عادی که بتونه مثلا اونجا یه جوری توافقی چیزی جلب کنه. البته علاوه بر اون میخواد تو منطقه خودش آمریکای لاتین روسیه اونجا پا نداشته باشه، با اونجا هم شروع کرده یه دیپلماسی فعال در رابطه با شرایط جدید. و از جمله مسئله نفته که ونزوئلا وارد بشه و این قیمتا بشکنه، چون تورم نفت الان مهمترین ابزار پوتین و روسیه همین نفته، هم درآمدهای خودشون، هم افزایش بحران در مقابل حربه تحریم. خب اینا ببین اینطوری گره خوردن. خیلی مهمه که مسائل خود برجام، مسائل بحران کلان گره خورده و این پیچ میده. منتها خب استقلال های نسبی هم دارن، اینطوری نیست که رابطه مستقیم. باید ببینیم چی کار میکنن طرفین. هزار جور اینجا به هر حال موزل هست برای حلش. در این رابطه احتمالاً یک توافق اولیه‌ای صورت میگیره تا برجام، که اصلا فعلا نمیشه که ما بازگشت خواهیم به برجام و یک دستورالعمل در واقع کاغذ امضا فلان اینا داریم، چندین سند که اینها انجام خواهند شد، توافق میکنن. ولی اون چیزی که تا اون لحظه، حتی از جمله مال همین 7 ماهی که گفتم مال گزارش آژانس اینها مثلا جمع‌بندی کنه نهایتاً اینها، چون این حل نشه گفته برجام احیا نمیشه، اینها حل بشن، این در یک روندی اگر همه چیز به خوبی بگذره اتفاق میفته در نهایت. ولی الان میتونن گام‌های متقابلی بردارن و توافق‌های اولیه‌ای صورت بگیرن. یکی از مسائل جالب دیگه‌ای که اتفاق افتاده در این مورد، دعواهای داخلی خود حکومت اصولگرایان حول این، مخصوصا سخنرانی نبویان که یکی از آدمای مهم اوناست و تندروان مجلس هست. میدونیم که آتش مثلا برجام هم جز اون فندکایی که دستش بود آتش میزد، اینم بود، اینم مخالفان خیلی سرسخت برجام بودن و
توی این مجلس هم نقش خیلی زیادی دارن، فعالتر شدن دیگه در انتخابات بسیار گزینشی که اومدن، اینا هم نقش مهمی دارن. اینها مثلا سخنرانی کرده، سخنرانی خیلی مهمیه، افشاگرانه هست کاملا و کاملا، چون گزارش ها رو اومدن اومده وکیل مثلا وزیر امور خارجه اینا داده و اینا خواستن، چون مجلس میدونیم که این مهمه که دور زده شد و رسما اعلام شد که مجلس در اینجا دخالت نخواهد کرد، در حالی که طبق مصوبه مجلس همه اینا باید راستی آزمایی بشه، بعد بیا توسط مجلس پراف بشه و اینا، همه اینا دور زده شده و دور زده خواهد شد. و به همین دلیله که مجلس این جناح مخصوصا ناراضیه و گفته که این تماما تیمی هستن که مال ظریف هستن، مال همون دولت قبلی هستن، یکی که اسم آورده همه رو که اونجا دارن مذاکره میکنن سر همین کمیسیون هایی که توی وین هست، که اینا چگونه، حالا همین گفتم این مخالفین اینا سخنرانی کردن مفصل دارن افشا میکنن و گفتن تو مجلس هم مقاومت خواهیم کرد در مقابل این برنامه که میخوام پیش برم و گزارش خواهیم خواست رسما. پس بنابراین این هم یک طرفه. یکی هم که همونجا وزیر هی گفتن این تعلیق غیر تعلیق تحریم رفت میشه چه هست، واقعیتش هم همینه که این تعلیقه، یعنی این توافقنامه که الان در صورت میگیره، چون گفتم تا برجام احیا بشه شروطش حاصل نیست، بعد شروط حاصل بشه، ولی کلیتش رو در آینده چگونه پیش خواهد رفت، یه نقشه رو توافق میکنن و در عمل گام به گام باید پیش بره، و این گام یعنی همون تعلیق، نه رفع تحریم ها. تازه رفع تحریم ها در حوزه های معینی، یعنی همون برجام و نه حوزه های دیگه ای که اشاره کرده، همه اونها رو دست نخورده مونده و یخی وزیر امور خارجه هم گرفتن تو مجلس، اون جواب اونطوری نداده، تفره رفته، آخرش گفته که فقط این جمله رو به کار برده که واقعیت اینه که این مربوط به مثلا کف برجامه، این چیزی که داریم توافق میکنیم، خود برجام سقفشه. اینو گرفته انتقاد کرده، گفته حالا برجامی که ما اونطوری بهش حمله کردیم افشا میکردیم تبدیل شده به سقف که در آینده باید به دست بیاد، و الان کف اینه، یعنی یک سطح معینی از توافق هست بسیار شکننده که مثلا از کره جنوبی چجوری پول بدن، آمریکا چجوری بکنه، نظارت ها، همه اینها اونجا هست. و از جمله واژه تنفس رو به کار بردن که گفتن آخه چه معنا داره تعلیق نیست، تعلیق تحریم چیه؟ گفتیم ما میخوام تنفس پیدا بکنیم، یه تنفسی هم توی این وسط ها، چون بحران هست و فشار هست و جهان به هم ریخته و اینها. پس بنابراین عرض و طول توافقنامه اینطوری خواهد شد، حالا دقیق چون پنهان نگه داشتن، مردم هم نامحرمن، هیچ کسی چی نمیدونه، حتی خودشون هم در درون خودشون خیلی چیزی نمیدونن، ولی اون چیزی که درس کرده حول و حوش همین مسئله هستش، و که هم تضادهای داخلی داره داغ میشه، هم روسیه وارد شده با معادلات جهانی وارد شده، هم مسافرت گروسی و تضمینه، و ایران، اینم بگم که ایران قبلا اعلام کرده بود که ما گزارشم تمام شده با آژانس، الان پذیرفت که نقشه راه جدید توافق کنه، همین اسفند گزارش بده، یعنی محتوای عقب نشینی علارغم هارت و پورتا، اون جام زهر در درون این هست، ها و شلوغ بازی هایی که در واقع جناب به اصطلاح اصولگرای تون رو داشتن، در واقع حتی توافق های دولت روحانی به سقف درخواست های اینها تبدیل میشه، در این حال که اگر اون یه توافق دراز مدتی بود بیشتر به توافق های کوتاه مدتی مانند هست، که این توافقات هم به واسطه پوشیدگی و در واقع خفاکاری و مخفیکاری این جریان در حال پیش اجراست، و هم معلوم نیست که چه دستاوردهایی جز در خدمت دستگاه ولایت حاکم داشته باشه، یعنی حداقل برای ما. اما برگردیم به جنگ اوکراین و تجاوز جنایتکارانه که تا حد زیادی جهان ما رو تحت شعاع خودش قرار داده. ده روزی از این جنگ میگذره و در واقع این تهاجم غیرقانونی و در واقع غیرقانونی پوتین به در واقع اوکراین پیامدهای بسیار بسیار وحشتناکی رو حداقل تا کنون در رابطه با جهان ما داشته.
بیش از هر چیز باید به این اشاره کرد که ما به یک جهان متحدتری در زیر در واقع پرچم ناتو در اروپا رو شاهد بودیم، جهانی که تا حد زیادی به شکل وحشتناکی بودجه های نظامی دولت های خصوصا آلمان و فرانسه و اینها بالا رفت، به گونه‌ای که یک باره دولت آلمان به سومین بودجه جنگی جهان تبدیل شد. در این حال ما شاهد اعزام بیش از 20 هزار مزدور با حقوق‌های بالای 4000 یورویی هستیم به اوکراین، چیزی که ما رو به یاد اون گاردهای سفید دوره جنگ اول جهانی و بعد از انقلاب اکتبر در روسیه میندازه و تا حد زیادی میشه گفت که همون فشارهای وحشتناکی که بر مردم محروم جنگ زده اوکراین هست. 1.5 میلیون نفر تا کنون در واقع از زندگی هاشون کنده شدن، رانده شدن از کشور، بسیارانی در واقع در تله این جنگ موندن علارغم توافقات اولیه روی کریدور انسانی که میخواستن یا این گذرگاه بشردوستانی که میخواستن ایجاد کنن به این شهرها. دولت اوکراین در واقع مخالفت کرد و تا حد زیادی میشه گفت که نشون میده که چه قربانیان این جنگ قطعا بیشتر خواهد شد. در کنارش ما شاهد افزایش بدون کنترل قیمت نفت و مواد غذایی هستیم در سراسر جهان. بحرانی که بعد از بحران اوکراین در واقع کرونا میشه گفت که جهان رو وارد یک بحران بسیار بسیار عظیمتری میکنه، در گسترش و در واقع فعال شدن جریانات دست راستی و نازیست را نه فقط در اوکراین، در بسیاری از کشورها شاهد هستیم. جریاناتی که در واقع ما شکل بسیار دهشتناک و فاجعه بارش رو در مرزهای غربی اوکراین، در ورود ممانعت از ورود سیاه‌پوستان و رنگین‌پوستان به این کشورها و فقط در واقع چراغ سبز نشون دادن به چش آبی ها و موبورها، ما دیدیم که اعتراض بسیارانی از نهادهای حقوق بشری رو شاهد بود. و در این حال در خود روسیه که یک دولت اقتدارگرا با سرعت بیشتر و قدرت بیشتری در سرکوب مدافعان صلح، مخالفان دولت پوتین در حال عمل و میلیتاریزاسیون روسیه و کشورها اروپایی در شکل بسیار گسترده‌ای که جهان داره. توی این مجموعه میشه گفت که ما شاهد تغییرات بسیاری توی جهان هستیم، تغییراتی که تا حد زیادی میشه گفت که دیگه اون نظم پیشین تا حد زیادی میشه گفت منقضی شده و اون اگر پایان جنگ سرد اون 2003 و حمله در واقع بریتانیا و آمریکا به عراق رو نقطه آغازی در تغییرات جهان بشماریم، این جنگ اوکراین تغییرات گسترده تری رو در واقع شامل شده. به قول چامسکی بسیار میشد حد زد، علارغم در واقع درخواست ها و اینا، میشد که جلوی این حرکت ها رو گرفت، جلوی این تجاوز و توجیهات رو گرفت اگر ناتو در واقع نمیرفت گسترده در واقع سمت مرزهای روسیه و اون چیز دایره امنیتیش رو گسترده تر نمیکرد، یا اگر به قولی تا حد زیادی روسیه رو وارد اون توافقات امنیتی و دفاعی میکردن، قطعا این عواقب به وجود نمیومد. و اما همه اینها نشانگر اینه که ما وارد یک علارغم همه امیدها و آرزوهایی که بود بعد از پایان جنگ سرد، نشون میده که ما میریم به طرف یک دوره بسیار بسیار خطرناکتر و وحشتناکتری که
یک دکمه، فشار دادن یک دکمه میتونه جهان ما رو با یک بحران کامل انسانی روبرو کنه. شما چگونه میبینید در این بعد از این 11 روزی که از این جنگ گذشت، علارغم تبلیغات های گسترده‌ای که رسانه های بزرگ، رسانه های رسمی که خودشون جزئی از کارزار جنگی هستن دارن انجام میدن، شما چگونه دیدید؟ این بحران خب در حال تشدیده، فعلا داره در روند مثلا بسیار تعمیق و تشدید این مسیر رو داره طی میکنه. این واقعیتیه. بحران هم در کل یک صورت و چهره داره، چهره تحت عنوان همین اوکراین و این برخوردی که بین روسیه و اوکراین اتفاق افتاد، مسائلی که تو رسانه ها مطرحه. این یک تصویر صورت بحرانه که خب واقعیت داره، منتها این بحران ماهیتش در این حال که شکلش مثلا همین مسائل درگیری مرزی و رابطه کشورها و چیزهای مربوط به همسایگی اروپا و روسیه اینا هستش، ولی در این حال ماهیتش یک بحران جهانیه و پیچیدگیش هم در همینه که در اونجا خودش رو نشون میده و به همین دلیل بدون نگاه به ریشه ها و عوامل تولید این بحران خب طبیعتا راه حل های عمقی پیدا نخواهد کرد. الان معنی نیستش که به شکل موردی لحظه ای قطعی برای اینکه بحران از انفجار، با توجه به اینکه امروز بشر سفارایی که کرده فرق میکنه مثلا با جنگ حتی دوم، جنگ اولینا که خب به طریق اولا، امروز قدرت انهدام کل سیاره وجود داره در طرفین. خب و کل بشریت میتونن اگر قرار بشه همین زرادخانه ها این قدرت وارد صحنه بشه، تهدید سیاره هست و بشریت، تمدن بشر. این امروز دیگه، امروز ویژگی جهانه. به همین دلیل اون عقلانیت و مناسباتی که میباید بین این بشر با این اقتدار و قدرت انهدام برقرار بشه، متاسفانه این معادله برقرار نیست و همین دلیل که خطرات بسیار مهم هستند و غیر قابل پیش بینی. البته ماهیت جهانی بحران هم بگیم کافی نیست، باید کاملا در سطوح مختلف جهانی مسئله باز مطرحه، چون جهان هم یک بُعد نیست که، مسائل اقتصادی داره، سیاسی داره، موازنه قوا داره و خیلی مسائل داره. کلا بحران ژئوپلیتیک که اصلا نقشه سیاسی جهان، نقشه به اصطلاح پولیتیک یعنی مناسبات قدرت های جهان و خلاصه مطرح کرده ورده رو صحنه. در رابطه با این مسئله گفتیم اولش میگه مسائل داره تشدید میشه، اگه مسائل اخیر رو بهش نگاه کنیم متاسفانه کنترل نشده است و همچنان داره میتازه بحران. از جمله دو سه تا فاکت مهمی که اتفاق افتاده در همین هفته، در همین چند روز اخیر، یک مسئله این بوده که خود روسیه اصلا اعلام کرد رسما، هم وسیله وزیر امور خارجه هم وسیله پوتین، که تحریم های اقتصادی منزله اعلام جنگ به روسیه است. این بسیار مهمه از نظر ابعاد و تحلیل و پیامدهاش. و حتی وزیر امور خارجهش گفتش که آلترناتیو تحریم اقتصادی جنگ جهانیه، جنگ جهانی سوم. ببین اینا داره گفته میشه و شوخی هم نیست، واژگان خالی هم نیست، نه باید با هزار جور مسائل جنبی اینها رو قاطی کرد، نه مسائل استراتژیک کلانی هستن در این واژه‌ها به وسیله بلند مرتبه ترین مقامات طرف. این یک مسئله است که باید روش فوکوس کنیم. مسئله دیگه اینه که در همین فاصله میبینیم که از یک طرف ناو ترومن آمریکا که خودش هستی هم هستش به سمت اژه و اینها داره حرکت میکنه، یعنی همش ببینیم قدرت نمایی، درست که الان اونور میگه اقتصاد، ولی نظامی هم اون هم در سطح کلان داره مطرح میشه. همزمان با این دوتا خبر رو خوندیم، هر دو کشور، مخصوصا اول آمریکا بعد روسیه، که هواپیماهای فرماندهی هسته‌ای رو که دارن اینها
که اگر در شرایطی که فضا هسته‌ای میشه، تهدید هسته‌ای میشه و خطر هسته‌ای اجازه نمیده در روی زمین در نقاط خاصی که اینا متمرکزن وظایفشون انجام بدن، اینا هواپیماهای درست کردن بسیار بسیار پیچیده و تمام فرماندهی و مسائلش رو در شرایطی که اینها آسیب پذیر هم نیستن از نظر هسته‌ای، تشعشعات، گرما، غیره و غیره، هواپیماهای آخر الزمان هر دو اووردن، آزمایش کردن، پرواز دادن. اینا همه علائمی هستند از خطراتی که ما باش مواجه هستیم، بشریت، تمدن بشر و عقلانیتی که حالا باید ظهور کنه برای کنترل. مسئله دیگه‌ای که باز ما اینجا شاهد هستیم، پرواز ممنوع بود که در این مورد خب آمریکا دید جنگ دیگه، اون مثلا خود رئیس جمهور اوکراین خیلی اصرار داشت که حالا که اسلحه یا مثلا دخالت نمیکنه ناتو، ما رو عضو نمیکنه به فرض با اون سرعتی که اون میخواسته، بیاد پرواز ممنوع اعلام کنه، که این به معنی اعلام جنگ بود. و یکی هم حضور نظامی در داخل که اینا گفتن خب ما این کارو نمیکنیم، ولی اینا رو از پهلو دارن میبرن غربی ها، آمریکایی ها، نه اینکه اساسا نمیبرن. چون همین بلینکن مطرح کرد که لهستان میتونه هواپیما بده، ما زود جبران میکنیم، ولی ظاهرا لهستان اینو رد کرد نهایتا، در حالی که یعنی اصلا بنزین ریختن به این آتش. میخوام بگم این عقلانیت که الان فرو خفته و صدای دیگه ای باید حتما بیاد از خود اینها برنمیاد، مهمه. بلینکن مثلا این کار رو میکرد، خب درست هواپیما مستقیم نمیشد، ولی به این شکل میفرستاد، من هواپیما رو میدم به تو مال خودتو بده، که از غذا میگم اصلا قبلا چون روسیه گرفتن، و بعد برو با جنگ ها. و خب این همین نوع یه نوع دخالت نظامی دیگه، نه وارد میشین آرام آرام شبه جنگ، از اون برم که میگه ما نمیخوایم وارد میشه، یعنی ناخواسته دینامیزم جنگ اینطوریه، رقابت ها اینطوریه، میکشونه آدم ها، میتونن با اهرم های جدیدتری وارد کنن و باطلاق است که وارد میشه دیگه که جلوش گرفته نشه. پس من این مثلا باز اینو شاهد باشیم. همینطور ما اینو شاهد هستیم که مکرون صحبت کرد با دوباره یه ساعت و نیم با پوتین، و پوتین گفتش که نازی زدایی در اونجا بیطرفی اوکراین و به رسمیت شناختن جمهوری های اونجا شرق، اینها شروطی هستن که یا با مذاکره یا بدون مذاکره ما پیش خواهیم بود. یعنی روسیه کاملا وارد یک مسیری شده که برگشت ناپذیره مگر اینکه اینها رو بگیره، و اینها رو بار دیگه تاکید کرده. پس بنابراین و یک بی‌طرف هم یعنی اینکه به هر حال یک دولت دیگه ای که حالا قبلا هم نمونه شو داشته اونا بیان و این دولت بعد بره کنار. این هم یه البته بحث هایی هم هستش که حالا همش تاریکی ها رو میگیم، نوری در تونل متا خیلی خفیف، که اوکراین مثلا مذاکره کنندگانش اینو مطرح کردن، بعد دید چقدر پشتبند داره و جدی مطرح شده. چون اول دیپلماسی خیلی چیزان برای فهمیدن مزه طرفه، دهان طرف چی میگه، چی فکر میکنه، اینطوری مطرح میشه، ولی معلوم نیست چقدر جدی باشه. اون مسئله اینه که ما میتونیم مدل های دیگه غیر از ناتو رو برای این کسا عضو نشیم، ولی اشکال دیگه ای از مناسبات رو تدوین کنیم. این کاری که مثلا چامسکی مشاور کرد و روزنامه هم نوشتن که قبلا هم انجام میشد، به موقع شاید جلوی این جنگ رو میگرفت، به این شکل وارد درگیری بشن، نه که بحران حل بشه، ولی خب الان وارد جنگ شده و این موتور جنگ خودش خطره وقتی روشن میشه. این دیگه گوش ها کر میشن، چشم ها نابینا میشن، و خیلی از آدم ها رو میکشن زوری یه مهمیز خودشون دو قطبی میکنن و مسئله به اصطلاح بد جوری پیش میره. خب پس من باید این مسئله اینطوری اتفاق افتاد. حالا باید ببینیم که در این وضعیت مثلا جنبه های دیگه هم مهم هستند. ببینیم تحریم دیگه ای که برای من بسیار واقعا چیز بوده، یعنی خیلی هایی رو سوال میکنن، مثلا توی جنگ عراق، یعنی آمریکا و عراق، و این تجاوزی که آمریکا و بریتانیا کردن به عراق، یا حمله‌ای که باعث سقوط نه فقط صدام بلکه لیبی
سقوط در واقع قذافی و سربریده شدن رئیس جمهور یعنی قذافی شد و حملات وحشتناکی که الان یعنی جنگی که در یمن جریان داره، جهان هرگز اینگونه در واقع یک باره میبینی که دخالت نکرد. یعنی شما میبینی غیر از مثلا یک باره اینجا ما شاهدیم که نه فقط مثلا تمام مجازات های اقتصادی علیه روسیه در حال اجراست، حتی تحریم های ورزشی و موسیقی و پرواز و همه چیز رو در ارتباط با روسیه در حال انجام هست. نه فقط در واقع مثلا به اصطلاح ورزشی که باید از سیاست دور می شود و هر گونه همراهی با در واقع همراهی ورزشکاران با کمپین های مثل کمپین دفاع از فلسطین، کمپین مخالفت با مثلا فلان اقدام راسیستی یک دولت یا حتی حمله به عراق یا حتی حمایت از کارگران برادر اعتصاب کارگران برادر لیورپول باعث مجازات به اصطلاح اون ورزشکاران میشد، ما یه دفعه میبینیم که تمام ورزشگاه های سراسر جهان خصوصا در کشورهای غربی پرچم های اوکراین هست و کف زدن ها برای مقاومت اوکراین، همه در واقع اون رو دارن پیش میبرن. نه فقط اون هست، ما شاهد در واقع مجازات مردم روسیه هم هستیم که مثلا نمیتونن حتی از کارت های بانکیشون دیگه استفاده کنن، هیچ جا نمیتونن برن، یعنی محرومیت های بزرگی رو علیه ما صادر کردن. این واکنش به اصطلاح دولت های غربی، حتی احزاب اپوزیسیون مثل حزب کارگر تو بریتانیا، حزب سبزا توی آلمان، حزب سبزا توی فرانسه، تمام این رسانه هایی که یک کارزار شوینیستی علیه روسیه رو آغاز کردن، این چگونه است؟ چرا اینجور واکنشی انجام شده؟ چرا انقدر این به اصطلاح سیاست دوگانه، رفتار دوگانه در قبال وقایع مختلف وجود داره؟ مثلا در مقابل فاجعه جنایتی که در عراق اتفاق افتاد، مثل همون جنایتی که هیتلر در واقع علیه لهستان انجام داد، همین هم در واقع جنایتی که الان آقای پوتین علیه اوکراین انجام شده دور از اون نیست. اما چرا در قبال اوکراین اینجور واکنشی هست، اما در قبال عراق، در قبال یمن، در قبال لیبی، در قبال سوریه، در قبال افغانستان اینجور چیزی نیست؟ این دوگانگی رو چطور میشه توضیح داد در این شرایط قرن 21 و به اصطلاح حقوق بشر و معیارهای بین المللی و سازمانهای بین المللی و حقوق بین المللی داستان؟ این مسئله اصلی اینه که تنازع مناسبات قدرت جهان اینطوری اساسا، تمام دنیا و مناسبات اجتماعی، مناسبات بشر با تناسب قوا و موازنه اون تعیین میشه. با توجه به این که الان خود نظام به اصطلاح سرمایه‌داری غرب، بخش غربیش دچار بحران شده، بحران هژمونی، الان به فکر این هستش که یک نوع جداسازی بکنه. اینو قبلا هم اعلام شده بود، خطرش هشدار داده شده بود. جداسازی یعنی دو جهان در درون این جهان ایجاد کنیم. چرا؟ برای اینکه رقبا رو نمیتونن با شیوه های اقتصادی منافعشون تامین کنن. حالا روسیه تهدید نظامی ها، ولی مسئله فقط روسیه نیست، در کل باید مسئله رو بررسی کرد، چون روس روسیه هست ولی مسئله فقط روسیه نیست. مثلا ما دیدیم که پکن هم تحریم کردن بعضی از اینا اینطوری و خواهند کرد، خیلی میخوان بیشتر هم بکنن بعدن. پس بنابراین جدا کردن، دوگان سازی، دو بخشی کردن همین جهانی که گلوبال شده برای حفظ منافع مسئله است. این یک مسئله است. دوم مسئله اینه که اقتصاد وقتی نتونه خودش جواب بده، بحران بشه، به اهرم‌های فرا اقتصادی مواجه میشه برای ایزوله کردن. در تقابل منافع جنگ و دشمن همه وسایل زندگی تبدیل میشه به ابزار جنگی.
ابزار جنگی، ورزش، هنر، زندگی، همه چی تبدیل میشه. یعنی این مناسبات قدرت گفتمان جایی وا نمیسته که وقتی بحران تعمیق پیدا میکنه ها، در شرایطی که جامعه آرام اینا شکل جست متمدن میگیرن که اونجاها نباید سیاسی بشه فلان، ولی وقتی دو قطبی بحران میشه تمام اینا تبدیل میشن به ابزار و مهمات. همیشه اینطوری ها، یه طرف هم نیست. این مناسبات قدرت طبیعتش اینه که برای اینکه خودتو تحمل کنی باید از تمام هست و نیست برای دفاع از خودت و زمین زدن رقیب استفاده کنی، چون مناسبات بر مبنای آنتاگونیستی حذف طرف مقابل یا هژمونی خودتو باید وادار کنی که بهش تم بده. خب ببین این مناسبات، این مناسبات وقتی به جای بحران هات میرسه همینطوری میشه، مگر اینکه عنصر سومی وارد بشه. همواره اگه چیزی در جهان اتفاق افتاده که همیشه با به حساب اینها گذاشته میشه، یا اینا به حساب خودشون میذارن، بهتره بگیم همین قدرت‌های فائقه، این مردمن، جنبش‌ها هستند که مسائل رو تحمل میکنن و اینها مجبور میشن برای حفظ آبرو بهش تم بدم چون زیر پاشون خالی میشه و بعد به حساب خودشون مصادره میکنن. مثلا ما بله سیاسی نمی کنیم، مثلا فوتبال و مسائل مثلا هنر و مسائل خیلی چیزا رو، اینا همه در واقع بساطی است که تو مسائل سیاسی اینا ازش استفاده میکنن. این یک مسئله. ولی یک مسئله مهمی که اینجا مطرحه، بعد بازم به ریشه های این مسئله پرداخت، این مسئله اینه که مسئله تحریم اقتصادی الان تبدیل شده به یک ابزار مهم جنگی در مقابل خود ابزارهای نظامی. غرب نقطه قوتش اینه که اینو میتونه به کار بگیره، روسیه نقطه ضعفش اینه که اینو نداره و نظامی داره. و همین مسئله بحران که یکی از دلایل این که اینطوری تند شده و خطرناک شده همینه که روسیه مثلا ابزار برترش، بقایش نظامیه، یک. دو، خود اقتصاد بسیار شکننده و ضعیف و حتی مقداران که هست رو نفت و اینجور چیزا استواره. قدرت 13 جهان خیلی اصلا عقب مانده است از نظر اقتصادی روسیه و اونها چون قدرت اقتصادی دارن بسیار مهمه که ما در مورد مسئله جامعه جهانی بسیار تعیین کننده است که این هم اقتصاد و تحریم هم جزء به اصطلاح مسائلی هستش که جنگیه، چون جنگ ادامه سیاست، سیاست تحریم یعنی این. این یک مسئله است که ما در جنبندی که باید برای صلح بکنیم شعارش بسیار اهمیت داره. این یک بسیار اهمیت داره که پایه داشته باشه بحثمون. دومی مسئله اینه که روسیه از قضا تمام این حرفایی که الان گفتم به مکرون هم گفته، سیاستایی که خودش درست اینا برمی‌انگیزه. یعنی شما وقتی حمله میکنید فنلاند و سوئد هم حتی میخوان برن به ناتو، یعنی نقیض سیاست داره روسیه، سیاستش پارادوکسه، تهدید میکنه در این حال میخواد بیطرف باشن، این دوتا متناقضن. این در واقع وضعیت اضطراری و عقب ماندگی و تناقض روسیه است و این هم ریخته بر بشر، یعنی انباشته شده. پس بنابراین این هم یک مسئله مهمیه. اما در مورد مسئله سر بیست که فرصت یاد داریم بعد اینو قطع کنم بپردازم به این مسئله، یعنی اون دوتا مسئله رو دیگه نمیتونم بیش از این بپردازم. ببین مسئله صلح چند تا شعار اصلی داره، به این شعار محتوای داره، یعنی تحلیل در میاد بیرون. یک مسئله این که علیه الحاق طلبی از هر دو سو الان تبلیغ میشه در رسانه ها، وقتی میگیم صلح ضعیفه بخواد این ذهنها رو با این آشوب میکنم بخشن که گویا یه طرف تجاوز کرده، یه طرف مثل این که خیلی راحت داره گل به اون نشون میده، گل در برابر جنگ. نه، این از گلوشو داره میگیره، خفه میکنه، محاصره میکنه. پس الحاق طلب مثلا طلبی وقتی مطرح میکنیم ناتو و نظامیگری و عضویت و اینا هم هست. این مسئله دوم. مسئله اینی که جنگ اقتصادی و جنگ تسلیحاتی مکمل همن، هر دو باید محکوم بشه. دومی پس الحاق طلبی از هر دو سو با معنی واقعی که داره در صحنه اتفاق میفته، اول. دوم، علیه هر دو در واقع تسلیح اقتصادی و مداخله و تسلیح نظامی، اینها در واقع همدیگر رو دارن تقویت میکنن، آتش میریزن به همدیگه، بنزین یعنی میریزن رو آتش.
این هم مسئله است. مسئله مذاکرات و گفتگو و برخورد و مسالمت به جای در واقع دیپلماسی، همونطور که چامسکی هم گفته خطر مهمتر از اینه که ما بعد فشار دیپلماسی هم از پایین هست بس بالا که از طریق غیر جنگی به اصطلاح این بحران رو حل و فصل کنن، صحبت کنن، حل کنن هر راهی که میشه. این شعار سوم. مسئله چهارم که جنبش صلح بعد مستقل از قطب‌ها حرکت کنه و پایه‌های خودش رو از دو قطب جنا ارتجاعی که هیچ چیز عنصر رهایی توش نیست و فقط برای برافروختن جنگ و مثلا دوشقه کردن جهان دارن پیش میرن وارد صحنه بشه. و این چهار تا محور به نظر من در مورد مسائل صلح بسیار اهمیت داره. و البته شیخ دادن کمپین ها در هر قطرش، یعنی تمام این حرکت ها باید شروع کنن. صلح چرا نیست؟ جنگل از پشت درختان نیست. صلح رو باید از همونجا شروع کرد که کسی که میگه نیست شروع کنن حرکت ها. و بعد چون جامعه دچار التهاب جهانی، شرایط شکل‌گیری وجود داره، میتونه شکل بگیره. در دنیا اینا به سرعت به هم وصل میشن با گفتمان هایی که مطالباتی که جنبش صلح مطرح میکنه. بس من این دو تا باید پیوند بخورن با هم. متاسفانه زمان کافی نیست. ما حتما با به این مسئله جنبش صلح باید بپردازیم، چون متاسفانه این جنگ مثل این که به همین زودی پایان پیدا نمی کنه و بحران همچنان در مقابل ما چشم شده است. درود بر شما تقیه روزبه گرامی و شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری که به این برنامه ها متوجه شدید. متشکرم.